سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از اخبار ناب کانال رنگارنگ خوش آمدید. کانال خودتون را سابسکرایب کنید و از بهترین های روز در افغانستان و جهان بهره مند گردید. اختلاف طالبان بر سر ترکیب هیئت مذاکره کننده در شورای کویته. برخی از منابع گزارش دادند که طالبان در شورای کویته پاکستان بر سر تشکیل هیئت مذاکره کننده با حکومت افغانستان اختلاف نظر پیدا کرده اند. اما یکی از فرماندهی پیشین این گروه میگوید تا هنوز مشخص نیست که طالبان بر سر چه موارد اختلاف نظر دارند. به گزارش افغان نیوز، سید اکبر آقا، فرماندهی پیشین گروه طالبان، امروز چهارشنبه 28 جوزا در یک گفتگو با خبرنگاری افغان نیوز اظهار داشت اختلاف نظرهای طالبان مبنی بر گفتگوهای صلح میتواند بر سر ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت باشد، زیرا هیئت مذاکره کننده حکومت همه شمول نیست. این فرماندهی پیشین طالبان بیان کرد بر اساس حرف و حدیث های موجود احتمال دارد که رهبری نظامی طالبان به عهده مولوی یعقوب پسر ملا عمر سپرده شود، زیرا پسر ملا عمر با شیخ هبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان رابطه نزدیک دارد. وی افزود حکومت افغانستان تا هنوز برای پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی یک میکانیزم مشخص را ایجاد نکرده و از این گفتگوهای صلح به کندی پیش می رود، زیرا شورای مصالحه ملی و رئیس جمهور غنی نیز هنوز درگیر سیاست‌های داخلیشان هستند نه روند صلح. از سوی هم اسدالله ندیم آگاه امور نظامی بر این باور است که تنش‌ها میان اعضای گروه طالبان تصادفی نبوده، زیرا در مدیریت گروه طالبان ایالات متحده آمریکا پاکستان نقش اساسی دارد، زیرا این روند تا گروه به هدف والایشان نرسند دست از حملات بر نخواهند داشت، به خاطر که طالبان از خشونت به جنگ دستاورد دارند و با ابرار قدرت دنیا و توافقنامه سیاسی را امضا کردند. وی افزود پاکستان همواره در گفتگوهای صلح به صورت دوگانگی عمل کرده و شرکای جامعه بین المللی هم هیچ اقدامی برای صلح و ثبات این کشور گام بر نداشته و بیشتر روی خشونت به ترویج تروریسم سرمایه گذاری کرده است. تا زمانی که مجموعه منطقوی به صورت مخلصانه در راستای آوردن صلح صورت نگیرد، صلح پایدار و باثبات در کشور با وجود نخواهد آمد و به گفته وی پاکستان و آمریکا همیشه بازی‌های استخباراتیشان را در برابر افغانستان انجام داده، اما متاسفانه حکومت افغانستان به این حق بازی‌ها پی نبرده است. این در حالی است که رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که گروه طالبان بر سر هیئت مذاکره کنندهشان برای مذاکره با حکومت افغانستان اختلاف نظر پیدا کرده است و همچنان شماری اندکشان برکناری شده اند و هیئت مذاکره کننده جدید را انتخاب کرده اند. گفته می شود که بحث ها بر سر انتخاب تیم مذاکره کننده جدید در شورای کویته جریان دارد و گمان می رود که امیر خان متقا، مولوی جان محمد مدنی، ضیا رحمان مدنی و شیخ سعید رسول از تیم مذاکره کننده طالبان برکنار شود. همچنان گفته شده که بعضی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر هم مانند دکتر صالح، منیر سعادات، جهان گیروال، عبید عابد و قاضی سعید آجان برکنار شده است. این در حالی است که افغانستان، روسیه و آمریکا درباره صلح افغانستان روز گذشته طی یک ویدیو کنفرانس صحبت کرده، وزارت خارجه افغانستان از اعلام کرده است که نمایندگان افغانستان، روسیه و آمریکا به منظور پشتیبانی از روند صلح افغانستان، ایجاد توافق منطقه‌ای و بین المللی نشست سه جانبه داشته‌اند. در همین حال وزارت خارجه کشور در اعلامیه گفته است که محمد انیف اتمر سرپرست این وزارت روز گذشته دوشنبه 26 جوزا با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از طریق ویدیو کانفرانس گفتگو کرده است. در اعلامیه همچنان آمده است که با درک اهمیت تضمین فضای مثبت برای مذاکرات قریب الوقوع، طرفین افغانستان، آمریکا و روسیه خواستار کاهش قابل توجه خشونت به عنوان یک اقدام اعتمادساز هستند. بر اساس اعلامیه، پیشنهاد حکومت افغانستان مبنی بر ایجاد یک میکانیزم نظارتی برای بررسی اقدامات کاهش خشونت و تامین حسابدهی در روند صلح همکاری مثبت است. طرفین همچنان از آمادگی دولت و طالبان برای مذاکرات بین الافغانی برای آغاز زود هنگام مذاکرات استقبال کرده و گفتند که برای توقف در مورد دستور کار و مراحل بعدی بلافاصله یک نشست ابتدایی بین تیم‌های مذاکره کننده برگزار شود. در این نشست سه جانبه همچنان گفته شده است که مطابق توافقنامه دوحه آنها انتظار دارند که
دستیابی به آتش بسو دائمی به جامعه از ابتدا در دستور کار مذاکرات بین الافغانی قرار بگیرد. وزارت خارجه گفته است که طرفین در مورد اهمیت همکاری های منطقه‌ای به بین المللی به عنوان اصلی برای حفظ مذاکرات بین الافغانی و در نهایت موفقیت روند صلح به توافق رسیده اند. آنها همچنان خواستار رایزنی های بیشتر از طریق سازوکارهای منطقه‌ای و بین المللی فراگیر با هدف تقویت بیشتر اجماع منطقه‌ای و بین المللی برای حمایت از روند صلح شده اند. اتمر، خلیلزاد و کابولوف همچنان توافق کردند که نشست سه‌جانبه ایشان را برای گفتگو در مورد پیشرفت های حاصل از روند مذاکرات بین الافغانی در آینده نیز ادامه خواهند داد. در اعلامیه وزارت خارجه گفته شده است که برنامه و جزئیات نشست بعدی از طریق مجراهای دیپلماتیک مشخص می شود. نشست سه جانبه افغانستان، آمریکا و روسیه در مورد صلح افغانستان در حالی برگزار شده است که در این روند به مرحله تازه راه پیدا کرده اند. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغانستان به رغم مواجه بودن به چالش‌های متعددی در امر تامین امنیت کشور، موفقیت‌های خوبی نیز داشتند که می‌توان از مهار حملات حراس افغانان به شیوه تاکتیکی، دفع حملات گسترده نظامی از سوی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، کشف و خونسا کردن حملات بزرگ تروریستی در کشور، از بین بردن پایگاه‌ها و ذخیره‌گاه‌های مهمات دشمن، انجام عملیات‌های کشفی و استخباراتی نفوذ در قلب دشمن و غیره نام برد. اما در این عرصه چالش های نیز در برابر این نیروها وجود داشته که موجب نگرانی عمیق شده است. توسل بی سابقه طالبان به حملات نفوذی که در اصطلاح استخباراتی و کشفی به آن حمله خودی گفته می شود، گاه موجب تلفات و ضربات و پایین آمدن روحیه در صفوف قوت های مسلح شده. حملات خودی به حملات گفته می شود که نیروهای امنیتی افغان علیه یکدیگر شلیک می کنند و بعدا روشن شده است که این گونه حملات از سوی نفوذی های گروه طالبان اجرا می شود. حملات خودی برای نخستین بار از سال 2012 میلادی در میان نیروهای امنیتی افغان آغاز شده که نفوذی‌های طالبان با استفاده از یونیفرم نظامی نیروهای امنیتی افغان را مورد هدف قرار می‌دهند. به مرور زمان این مسئله فراگیر را مورد هدف قرار دادن و به مرور زمان این مسئله فراگیر را به یک چالش بزرگ امنیتی تبدیل شده. پس از آن سلسله این حملات به نیروهای خارجی در کشور کشانده می‌شود که به آن حملات سبز علیه آبی گفته می شود. رنگ سبز به کلاه نیروهای امنیتی و افغانستان تعلق دارد و رنگ آبی به کلاه نیروهای خارجی اشاره می کند. اما حملات خودی سبز در سبز جنبه تازه از حملات نفوذی و گسترده گروه طالبان است که در صدد انتاب و انجام آن ناکامی های جنگی خود در میدان های جنگ را لاپوشانی کنند. حملات خودی سبز در برابر سبز شیوه و تاکتیک جدیدی است که دشمن با نفوذ در لایه‌های حساس امنیتی با طرح‌ریزی دقیق تلاش می‌کند تا قشر رهبری و یا مغز متفکر جنگ را در سه سطح کوچک، میانه و بالا هدف قرار دهد و از شدت فشار در میدان‌های جنگ بکاهد. دشمن با اجرای حملات خودی تلاش می‌کند با نفوذ در قطعات نظامی از یک طرف شیوه جنگی نیروهای امنیتی را کشف کرده و بعد جانب مقابل اطلاع دهد و سوی دیگر حملات را در برابر این نیروها با استفاده از اعتماد به میان آمده انجام دهد. نفوذ در قطعات نظامی از شیوه های جنگی است که اخیرا مخالفان دولت با استفاده از آن حملات را بالای نیروهای خارجی و امنیتی افغان انجام می دهد. نظر به یک تحقیق تلویزیون آریانا، در 4 سال گذشته نزدیک به 200 حمله خودی در میان نیروهای امنیتی انجام شده است که مسئولیت بیشتر از آنها را گروه طالبان بر عهده داشته اند. اما سوال پیش می آید که اگر انگیزه های حمله خودی در افغانستان چیست؟ چگونه دشمن توانسته با تکرار و به عین شیوه در درون قطعات و واحدهای نظامی نیروهای امنیتی افغان نیوز نفوذ کرده و حملات مشابه را انجام بدهند؟ برداشت عموم از این انجام حملات این است که عوامل مختلفی در انجام چنین حملات نقش دارند، مثلا عقده‌های شخصی و ذات البینی، کار فکری دشمن در صفوف نیروهای امنیتی، کمبودها در عرصه بهبود، عملکرد نیروهای استخباراتی و بعضی موضوعات کوچک که میتواند ذهن یک منصوب نیروی مسلح را مخشوش ساخته و وی را وادار به انجام چنین عملات کند. با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان به جهان بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید. تا ویدیوی بعد، پدرود.